عناوین اصلی: فرمانده روسی، عملیات روسیه طی 2 الی 3 ماه آینده تکمیل خواهد شد. اوکراین: استیصاد روسیه در روستوف را هدف قرار دادیم. مدودف: هیچ صلحی با اوکراین بعد از حمله به کورسک وجود نخواهد داشت. و یک مقام ارشد جنبش فتح در حمله اسرائیل به لبنان کشته شد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. آپتی آلودینوف، فرمانده نیروهای ویژه اخمت، امروز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور در 2 یا 3 ماه آینده تکمیل خواهد شد. فرمانده نیروهای ویژه اخمت و معاون اداره اصلی نظامی سیاسی وزارت دفاع روسیه با تاکید بر توان کافی مسکو بر ادامه مبارزه با تروریسم تصریح کرد. اوکراین: استیصاد روسیه در روستوف را هدف قرار دادیم. ارتش اوکراین امروز چهارشنبه گفت که در حمله خود به استان روستوف در جنوب روسیه، یک سامانه موشکی ضد هوایی استیصاد را مورد اصابت قرار داده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با صدور بیانیه اعلام کرد که این حمله در نزدیکی شهرک نووشاختینسک روی داده است. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در این ارتباط آمده است: انفجارهایی در نقاط هدفگیری شده رویت شده است و هم اکنون در حال ارزیابی صحت این حمله هستیم. واسیلی گلوبوف، فرمانده روسوف، گفت که نیروهای پدافند هوایی یک موشک پرتاب شده توسط اوکراین را بر فراز این منطقه منهدم کردند، اما وزارت دفاع روسیه در بیانیه روزانه خود این حادثه را تاکنون تایید نکرده است. این گزارش حاکی از آن است که این حمله توسط واحدهای نیروی دریایی اوکراین انجام شده است. تنها سلاح شناخته شده در زرادخانه نیروی دریایی اوکراین با برد لازم برای چنین ماموریتی موشک نپتون ادعا می شود. مدودف: هیچ صلحی با اوکراین بعد از حمله کورسک وجود نخواهد داشت. معاون رئیس شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: تهاجم اوکراین به منطقه کورسک روسیه به این معنی است که تا زمانی که اوکراین به طور کامل در میدان نبرد شکست نخورده، هیچ مذاکره‌ای بین مسکو و کیف انجام نخواهد شد. وی افزود: گفتگوهای معمول با وجود میانجی‌های خودخوانده درباره موضوع صلح پایان یافته است. حتی اگر نتوانند این مسئله را با صدای بلند بگویند، ولی باید گفت که همه می توانند واقعیت شرایط حاضر را تشخیص دهند. این مقام بلندپایه روسیه تصریح کرد: آنها می دانند که تا زمانی که دشمن به طور کامل نابود نشود، هیچ مذاکره ای صورت نخواهد گرفت. و یک مقام ارشد جنبش فتح در حمله اسرائیل به لبنان کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید که یک مقام ارشد جنبش فلسطینی فتح را که در حمله به یک خودرو در جنوب لبنان کشته شد، هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل مدعی است خلیل المقده یکی از فرماندهان شاخه نظامی فتح بوده که برای سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد و اسلحه و پول را به کرانه باختری اشغالی قاچاق می‌کرده است. این اولین حمله به یکی از اعضای فتح از زمان آغاز جنگ غزه در سال گذشته بوده است. رسانه‌های لبنانی می‌گویند 2 نفر دیگر نیز در این حمله کشته شدند که یکی از آنها از نیروهای سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران اعلام شده است. حزب الله میگوید 4 تن از اعضای آن در حملات دیگر اسرائیل در جنوب لبنان در امروز چهارشنبه کشته شدند. توفیق تیراوی، عضو کمیته مرکزی فتح، به خبرگزاری فرانسه گفت: ترور مقام فتح دلیل دیگری برای اثبات این موضوع است که اسرائیل میخواهد جنگی تمام عیار در منطقه به راه بیندازد. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.